بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور. حضار گرامی، برادران مؤمن، بسلسله تکمیل بحث حرام بودن تجلیل از روز نوروز به انجام دادن او اموری که در وطن ما رایج است و مردم او را برای احترام و تعظیم نوروز انجام میده، این جمعرام اختصاص دادیم به می موضوع. امیدوار هستیم که شبهه هایی که در این مورد شما از رسانه ها شنیده و یک تعداد علما، صاحب نظرا و خبرنگارا در این مورد مفتی قرار گرفتن، فتواها دادن، امیدوار هستم که این را هم جواب بگوییم. مسئولیت علما همیست. اگر همه علما بیان نمی کنه، این معنای زیر نداره که هرگاه سکوت علما در مورد یک امر واقع شوه، او امر روا می گرده. امر ناروا اگر کسی بیان کنه نکنه نارواست. توسط فتواهای کسی که اهل فتوا نباشه، یک چیز حرام حلال شده نمی تانه. از اینکه یک تعداد دوستای ما، برادرای ما در شبهه خیلی قوی واقع شدند و هرگاه دیدن که بعضی علما رنگ دیگری به نوروز داد، کسی حیثیت بری روز نوروز قائل شد که تبدیلی بهار است، سردی هوا از بین رفته، هوا معتدل شده، ایشو بهار پیش کرد. کسی عوام فریبی کرد، گفت که نوروز حرام نیست، نگفت تجلیل در تجلیل نوروز حرام نیست. کسی گفت که عید مجوسیان است. شبهه های خیلی زیادی است. انشاءالله ما نوتوار گرفتیم، یکی یکی انشاءالله سرش بحث میکنیم. اما بحث ما در این مورد بود که یکی دلایل عمومی من مشابهت از مسلمان ها بمرای سایر کفار است. هر کسی که خلاف دین اسلام قرار داره، شریعت آخری پیامبر صلی الله علیه وسلم که از جانب الله آمده نمیپذیره، همه از یا در قلم منفی قرار داره، خط بطلان سری از وا کشیده شده. چرا هیچ عمل و هیچ عبادتی بجز از نقشه پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول نیست؟ و همچنان اگر یک امر از طایفه های دیگری را مردم مدح میکنه، او را خوب میگه، در اسلام ای چی حکم داره؟ پیامبر که آمد، آیا امور جاهلیت بعد از او ادامه پیدا کرد یا نه که مکمل از بین رفت؟ ما در مورد دلایل عمومی چیزی بحث کرده بودیم، با وصف که آیات خیلی زیاد است در این مورد. الله متعال به طریق عام مسلمان ها را جدا منع میکنه که هیچگاه تقلید و دنبال روی طایفه های دیگر را نکنه. چرا؟ اسلام خود کامل است، اسلام خود دین و نظام جامع است،
یک گوشی زندگی ما بدون هدایت اسلام وجود نداره. چطور شده میتونه امر خلاف اسلام ما تمجید کنیم، بزرگ بدانیم؟ نه تنها بزرگ بدانیم، بلکه عنعنات و افعال ازوار نقل کرده در وطن خود انجام بدیم. سرنوشت امچو ملتی که از یک طرف افتخار به اسلام داره و این طرف دعوا داره که دین جامع است، اگر خوشیست، اگر به هر نوع زندگی ما کدام امر تعلق داره اسلام برای ما مشخص کرده. ما چیز دیگر نیازمند دین نداریم به طایفی دیگه و گروه های دیگه که از اونجا بگیریم او را حیثیت خوب برش بدیم، لقب درست برش بدیم، داخل اسلام بکنیم و بگوییم که ایره ما من حیث دین انجام نمیدیم، بلکه من حیث فرهنگ و عنعنه سابقه و پدرای خود انجام میدیم. عجیب است اگر تو عنعنه پدر به این حیثیت تو احترام برش بگذاری و او را عزت میدی، در حقیقت تو اسلام کامل نشناختی و در حقیقت تو باز پیروی پدر هستی و آبا و اجداد هستی که اعمالش سند و دلیل نداشت، اما تو پیروی میکنی. ای کاش که مسلمان امی قدر درک میکد که ما زمانی در نظام اسلام داخل میشم احساس بکنه که آلی از همه چیز پوره شدم، ما در یک موقع خودم ضرورت و احتیاجات به یک امر دین دیگه یا به طایفی دیگه ندارم، به نظریه دیگه ندارم. چرا؟ این اسلام دینی کامل است، همه نیازمندی های ما در این دین مکمل پاسخ داده شده، جواب داده شده، هیچ چیزی باقی نیست، عنوان داده نمیتانیم. بیایی که دلایل خصوصی برای منع نوروز موجود است یا نه. آیتی را که براتان تلاوت کردم الله متعال مدح مؤمنا را کرده، در جمعه قبلی هم یک چیزی تذکره شده بود. تنها شبهه‌ای که این مردم میگه اینجا فقط مدح مؤمنا شده که در مجالس زور نمی آید. رساله هم چاپ شده، در اونجا تخت و تاز بالای فتوای علما کرده و فرموده که علما یکی از جمله خیانات علمی کرده در مورد تفسیر آیه. فقط یک تفسیر این علما نقل کرده که مراد از زور روز اعیاد مشرکین، روز اعیاد بیگانه ها را گرفته امور نقل کرده، حالان که قول زور بسیار معناها داره. او جناب عالم کوشش کرده که او معانی را نقل بکنه و حتی در اخیر نسبت به علی رضی الله عنه کرده که او گفته که مراد از زور شایدی باطل و دروغ است که با دروغ تو شایدی بدی. بلی امیز تفسیر از تابعین و صحابه منقول است. تنها مسئله زور مجلس باطل له لعب، همچنان مجالس موسیقی و ساز، مجالس اینمی جشن و عیدای مردمای بیگانه را کلش شامل میشه. اما علما خیانت علمی نکرده، علما برای فهم مطلب من حیث یک توجیه امی کلمه امون معنا را گرفته که امروز مردم ما به او مبتلاست و این کار از معانی دیگری نداره. چرا؟ اگر تو عالم باشی خوب میدانی زور هر امر باطل میگه، اگر او فعل باشه، اگر او گفتار باشه، هر امر باطل ده کلمه زور داخل است. آلی بیا آیا او روزی را که مجوسیا، اگرچه عید مجوس نباشه، یکی از شبهای شانمیسته که روز نوروز عید مجوس نیست، در کتاب زردشت وجود نداره، ما سوال میکنیم که پادشاهی که عقیده مجوسیت داشت و مردمی که عقیده مجوسیت داشت امی روز تعظیم کرده و امی روز جشن گرفته، تو این کار کرده نمیتونی. باز میگه یه عید نیست. اونجا در قرآن کریم کلمه زور که ترجمه شده به عید، یه عید نیست. تأسف است که از امور بدیه و امور واضح این کار میکنی. امروز در سرکای توم تا آلی را در لوحه های کلان توسط گلکاری امی نوشته شده که عید نوروزتان مبارک باشه. اخبارت، تلویزیونت، رادیویت و اونجا تو یک دفعه در ایران سفر بکو که این روز به نام کدام روز میشناسه
جنابی عالم ملت فریب نده، ملت دوچاری سردرگمی نکو، نکوی گپاره در زمین همی شبه ها باید دفع شوه. در قرآن کریم گاهی یک چیز ذکر میشه، او مفسرین یک یک معنا را، متابعین صحابه یک یک معنا را میگه. مرادی از وای نیست که کلمه فقط امی معنا داره، مرادی از وای است که از این کلمه اینمی معنا گرفته میشه. مثل که پیامبر صلی الله علیه و سلم از مغضوب علیهم یهود و از دالین نصارا را گرفت، منظور پیامبر این نبود که حتما مغضوب علیهم یهود است و دیگه طایفه ها در مغضوب علیهم داخل نیست، یا مراد از دالین تنها نصارا است دیگه کس تایی داخل نیست. منظوری پیامبر علیه السلام مثال دادن است به مثل یهود. چرا؟ به خاطر که اسباب غضب در یهود زیاد وجود داره. گمراه ها به مثل نصارا واره، بدون تأمل و مطالعه و فکر دنبال کسی رفتن، نعوذ بالله، افکار خود ساخته را پیروی کردن، امی اسباب و دلالت دیا زیاد است. اما این معنا نداره. اگر کسی مفسر دیگه ای را ترجمه کده مغضوب علیهم، کسی که با امرای علم نعوذ بالله خیانت میکنه، عمل بد انجام میده، ضالین کسی که بی علم انجام میده، یا مغضوب علیهم کسانی که در عمل خطا شده، ضالین کسانی که در علم خطا شده، یا مغضوب علیهم کسایی که عنادن خلافکاری میکنه، ضالین کسایی که از جهالت میکنه، این معناها را مفسرین ذکر میکنه. مفهومش نیست که امی معنا مراد است، نه، اینمی مفاهیم در اینمی کلمه گنجانیده شده. در کلمه زور اگر به دروغ شایدی میدی، اگر در مجلس ساز و سرود میری، در مجلس قمار میری، در مجلس لهو و لعب میری، در مجلس که در اونجا توهین کلمات اسلامی میشه، شعائر اسلامی میشه، در هر کدامش که بری، در مجلس که در اونجا تعظیم ادیان بیگانه ها میشه، اگر او کریسمس است، اگر او نوروز است، اگر او اعیاد دیگری است که او ساخته امی مردمی هستند که وا خلاف اسلام هستند، هر کدامش باشه در کلمه زور داخل است. کاش تو تفسیر کلمه را میشناختی و بعد از این را نوشته میکردی. جنابی عالم، تو این نسبت های خیانت با علما نکو. علما به خاطر از اینکه ملتش بفهمه که یکی از تفاسیر کلمه توسط تفسیر صحابه، کلمه زور عید ترجمه شده، تشریع شده، از او خاطری دو داخل است. پس تو چه قسم انکار کرده میتونی و چه قسم گفته میتونی که این مراد نیست؟ آیت صراحتا میگه اینجا او کسانی که مدح شده و مفلحین است، کسایی که واقعا کامیابی را حاصل کرده هم در دنیا و آخرت، او مردم ها در مجالس زور نمی آید، حضور پیدا نمی کنه. و اذا مرو کراما، وقتی که تیر میشه به اینطور مجالس، با عزتمندی خود، با حفظ عزت و آبروی خود تیر میشه، خود ملوث به این گپا نمی سازه. حتی تلوث و آلودگی ده همچو مجالس امیر نفرت داره و بد میبینه، خود به او نزدیک نمی کنه. جنابی عالم، باز میگی که از این خو حرمت معلوم نمیشه، منع معلوم نمیشه. جناب، منع از این معلوم میشه وقتی الله متعال نمیخواهد که یک بندهش در مجلس زور حتی گذر کنه، نزدیک شوه. آیا او کسی که زور خود انجام میده، امر باطل خود انجام میده، او چطور است؟ او رواست؟ امروز که همین تجلیل نوروز امر باطل نیست؟ اعمالی که در این روزا انجام داده میشه باطل نیست؟ قطعا باطل است. چرا میگی که از این منع معلوم نمیشه؟ آیت دیگه الله متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یتولهم منکم، کسی که دوستی با یهود و نصارا، سیاق آیت در مورد یهود و نصاراست، نزدیکترین مردمی که زندگی تقریبا مختلط با مسلمان داره زیادتر یهود و نصاراست، طایفه هایی که قرآن کریم وارد تایید میکنه که طایفه هایی است که اصلا دین آسمانی را تقریبا به دعوای خود پیروی میکنه، یهود و نصاراست. از امو خاطر بیشتر تاکیدات برای منع مشابهت از یهود و نصارا آمده. دیگه طایفه ها اصلا با اسلام رابطه ای نداره، نه مجوس، نه بودایزم، نه هندویزم، نه او علمانیزم و نه کمونیزم، یک طایفه و گروه دیگری با اسلام حتی رابطه نزدیک نداره. زمانی که کتاب الله
تو را مخاطب قرار میده و برد میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یهود و نصارا را به دوستی نگیره. علامات دوستی با امرای از وقت قطعا پیدا نشوه. و خود قرآن برد گفت در اینجا که کسی که امرای از یاد دوستی میکنه و من یتولهم منکم، از جمع شما قطعی یهود و نصارا کسی دوستی میکنه، فا اینهو منهم، امی مردکم از جمع از و از زمری از و شمرده میشه. از این که در بالا دوستی کردن با یهود نصارا و ارگان های دیگر، از این که در بالا کدام است که روز جشن زوره تو عظمت بدی، احترام بکنی، اعمالی که و انجام میده تو انجام بدی. یکی از جمله اصول دین ما والله برا است. دوستی کردن با اسلام و اهل اسلام است، دشمنی کردن با کفار و اهل کفر است، با کفر و اهل کفر است. این از اصول اسلام ماست، از مناقضات اسلام است. کسی کلمه بگویه، نماز بخونه، روزه بگیره، حج بکنه، کل فرایض اسلام انجام میده، اما دوستی با این مردم داره. دوستی یکی است که نعوذ بالله عن دینی از واره خوب بگویی، واره خوب بگویی، ایره برالا کل علما اجماع امت است که آدم کافر است. تفاصیل اصلا مطالعه نکرده ای علما. یکی از جمله علایم دوستی با وایسته که روزای جشن از واره تو تجلیل بکنی. دوم علامه دوستی که در روزای تجلیل از وا همکاری بکنی، اشیایی که وا مورد استفاده قرار میده تو هم قطش امور مهیا بسازی. اگر وا گودی پران بازی داره، تو گودی پران برش تهار میکنی. اگر او شراب نوشی داره، تو شراب برش آماده میکنی. این دلیل و علامه دوستی با او مردم است. تو قرآن نخونده ای، تو حدیث پیامبر مطالعه نکرده ای، چرا این دوستی نیست؟ محبت ظاهری وسیله و ذریعه برای محبت باطنی است. و محبت باطنی وقتی در قلب دوستی قطعش موجود باشه، اطمان در ظاهرم تو خدا هماهنگ با امرای ازوا میسازی، که با تأسف امروز ملت و امت اسلامی مکمل در این امر داخل شده. بیچاره خدا باختن، قرآن دور انداختن، حدیث پیغمبر او طرف انداختن، فقط با جز از نمونه جور شدن دنیای غرب دیگه این چیزی امرای مسلمان موجود نیست. پیش در جمعه گفته بودم، نه در لباس، نه در عادت خوردن، نه عادت سلام دادن، نه مونده نباشی کردن. امروز چی میگه مردم؟ سلام فراموش کرده، کلمه سلام به وجه درست حتی کلان کلان مردم ما یاد نداره. سلام، شب بخیر، صبح بخیر، این گفا گفته میشه. مسلمان هویتی خود از بین برده، شخصیتی خود گم کرده. چرا؟ قرآن برد میگه این دوستی نیست؟ چی است؟ میگه دلیل خصوصی در مورد منع تجلیل نوروز وجود نداره. یایت نیست؟ یایت تو را منع نمی کنه که دوستی با امرای کفار نکن. حدیث انس را دلانهو در رسانه ها شنیده، علما می گفتوره. در جمعه قبلیم براتان گفتم که پیامبر علیه السلام وقتی که اهل مدینه برش گفت که دو روز بود ما تجلیل میکردیم، ما هزان الیومان، پیامبر اسلام سوال میکنه، قالو کننا نلعبو فیه ما فی الجاهلیت، ما در این روزا در این دو روز تفریح میکردیم، خوشوقتی میکردیم در زمان جاهلیت. پیامبر علیه السلام برد نگفت قد ابدلكم الله بهما خيرا منهما، الله متعال عوض داده دی دروز بهتر از این. علماء ما میگه اینجا در حدیث ذکر نشده که روزی نوروز، قیل گفته، قیل شیخ البانی صاحب در سلسله احادیث خود اونجا گفته که قیل هما نوروز و المهرجان. ما میگم نه، تمام شراح حدیث، اگر حنفیس، اگر مالکی، اگر شافعیس، اگر حنبلیس، کلش تو مطالعه نداری، کل شرایح حدیث در زیر حدیث مراز از این دو روز نوروز و چی را ذکر میکنه؟ مهرجان را ذکر میکنه. تو چشمایت کور است. کسی که کمربستگی برای دیگرها داره او یه طور عبارتها را نمیبینه. جناب دیگهش میگه اکثریت قاطع علمای احناف یک کمکی مسلم علی قاری ابو حفص کبیری گفت ذکر کرده،
دیگران ذکر نکرده کور تو ده یک کتاب حنفی که فتواست برای من نشان بده که حرام نگفته باشه یک کتاب حنفی یک کتاب حنفی که معتمد کتاب است فتواست برای من نشان بده تو ده چهار مذهب در کلی همی مذاهب چارگانه یک علمه نشان بده که گفته باشه که تجلیل نوروز حلال است تو از دیگه مردم مطالبه میکنی که بیاره از کجا ثابت میکنی که حرام است و خودت پیش کو یک علمه مذاهب اربعه اجماع امت است که تجلیل نوروز حرام است لیکن دشمنای دین این رنگ جدا میده روزی کهن روزی باستانی عنعنی ملی عنعنه بهار عنعنه تحرک زمین در حرکت میشه ایشو بهار جواب میگم براتون ای گپا را گفته رویستی چرا نیست تو مطالعه نداری بیا پیشم در جمعه قبلی گفته بودم صحابی نظر گرفته ثابت ابن ضحاک رضی الله عنه که من در فلان جای شطور را ذبح میکنم پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال میکنه آیا در اونجا کدام بود از بوتا بود؟ آیا در اونجا عید از اعیادش بود؟ حالی خو اونجا نیست، اسلام آمده نه عنعنه است، نه میله است، هیچ چیزی وجود نداره چرا پیامبر سوال میکنه؟ حتی یک روز که در اونجا روزی جشن کفار تجلیل شده در اونجا دو روز نمیخواه که پیامبر علیه السلام صحابی را منع میکنه که در این طور جای شطوری خود که نظرام کرده سری خود ذبح بکنه نمیگذاره تو جاها را برش میله نمیگیری این دلیل خصوصی نیست دیگهش میگه از صحابه نقل نشده تو ندیده ای عمر رضی الله عنه خلافتش است دوران خلافتش است امی یهود و نصارا مکمل زندگی میکنه اول پس تو سوال میکنم زمانی که پیامبر به صحابه گفت که در عوض برای شما داده شد دو روز بهتر از این روزا را یک مولای گفت که خیرا اسم تفضیل است اینجا معنا را میده که از او کده بهتر است یعنی دوام بهتری وجود داره مطالعه نکردی شراحی حدیث نوشته میکنه اینجا اسم تفضیل به معنای اصل فعل است چرا دعیدای جاهلیت اثر خیر وجود نداره این علمای ما هیچ مطالعه نمیکنه اونجا هیچ خیر وجود نداره بعد از او از تو عالم سوال دارم در طول خلافت اسلامی در طول دوران صحابه کرام یک صحابی روزای سابقه و جاهلیت خود تجلیل گرفته یا نه صحابه خو میفهمیدن منع پیامبر را درک کردن که پیامبر چه قسم منع میکنه حال یک سند پیش کردن نمیتونی که امو روزای جاهلیت خود یک نفرشان تجلیل کرده باشه بلکه مکمل در زیر پاکت ما چون که در جمعه قبلی حدیث ابن عباس رضی الله عنهما را براتون گفتم یا نه که پیامبر علیه السلام می فرما ابغض الناس الى الله ثلاثه مبغوسترین اشخاص به نزد الله سه شخص است اولیش میگه ملحد فی الحرم کسایی که الحاد کجروی بی دینی کارای غلط و نادرست در حرم میکنه دو طور موقعی که آخرت دیادت است دو طور موقعی که واقعا شگفای اسلام مشاهده میکنی تعلق تو با الله متعالی است بازم تو کجروی میکنی گناه میکنی دوم کسی که پیامبر میگه و مبتغین فی الاسلام سنت الجاهلیه کسایی که طریقه ها و روش های جاهلیت در اسلام تلاش داره جستجو داره او را عمل کرده و زنده کرده رویست تو زنده نمیکنی عمل جاهلیت نیست هیچ نوروز نه هیچ عید مجوسیانه کلش نفه لیکن روزای جشن گرفتن زمان جاهلیت است یعنی جمشید پادشاه زمان جاهلی نیست بعد از او سلسلتن مکمل در ایران و در افغانستان تو که در او زمان نعوذ بالله به بت سجده میکرد امی روزه چی میکرد؟ جشن میگرفت زمان جاهلیت است یا نه؟ چرا این گفا را میزنی؟ مردم در دورا قرار گرفته هیاهوی شروز مردم ایران مانده میگه ما از این ملا را قبول کنیم یا از این ملا را هیچ جنابی محترم او ملایی که برد میگه یک آیت قرآن پیش کنه یک حدیث پیامبر پیش کنه یک قول عالم معتبر برات پیش کنه برای روا بودن اما کسایی که برات آیت میخونه حدیث میخونه اجماع امت پیش میکنه برای ازی تو هیچ گوش نداری محض یمو گپشونیدی یک عالم در جای ما بود چیزی بحث قطع علما در مورد واجب شدن عشر نه واجب شدن عشر کرده بود نظری او عالم
ای بود کی این منطقه معلوم نیست که عشریس یا خراجی از او خاطر عشر لازم نمیشه. البته او علم الله بخشش کنه مغفرت کنه مطالعه زیاد نکرده بود که عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله حتی در زمینی که خراجیم بود عشره میگرفت از پیشش. چرا مسلمان است باید قطعیزی عادت شوه؟ خیر علمای دیگه قطعش بحث کرده بودن. مردم ما او مسئله تیر شد. مردم ما امی نظری ملا را ما کم گرفت گفت او ملا فرموده که اینجا عشر نیست صرف به خاطری که فرار کنه از چی؟ بگه عشر دادن. اما علم عن عنات و بدعتار هم رد کرده بود. ای خیرات سی و چار و جمعه و چه لیره مکمل رد کرده بود. شما باور به الله بکنی اگر یک نفر خیاط میکرد که امو علم که چیزا را حرام گفته. نه 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 آن چیزی که بگوی مطابق مطلب باشه او را او مسئله را مکمل یاد میگیره. مولی متوکل اینجا بسیار گپا را گفته. خود رسانه و تلویزیون کدام گپ ذکر میشه؟ امو گپی که قطعه غلط توجیه میکنه دروغ هم میبنده تهمت هم میکنه. میگه مولی متوکل هدیه بردن به نامزاد میگه خارج شدن از دین است. شما خود نشسته برای ما دم اینجا گفتاری ما را مکمل میشنوی ببینیم این مردم یک سخنی برا دیگه نقل نمیکنه ایرا نقل میکنه. امروز طرفدارای تجلیل نوروز چقدر زیاد است. مردم دور از حاضر مجلس و مسلمان و جوان متدین خواهر متدین و کسایی که فقط در قلبش مرض شهوت است مرض زنا است مرض عیاشی و فحاشی است این روز میگه بالکل او ملا را تمجید میکنه میگه راست میگه. چرا لقمهش تیار است؟ در این روز 1000 عکس میگیره. ندیدی؟ روزی نوروز ندیدی؟ چی حال بود؟ زنا به کدام فیشن برآمده بود؟ چی کارا میشد؟ راه ها بند نبود؟ بله او کسایی که اونجا او کسبورایی که در این موقع دیگه از الله طلب داره مثل گرگواره که گرد پیدا شوه رمه را بزنه همون مردم هم خوش داره. او مجاوری که در پالوی قبر 1 سال اوجه خواری کرده او خوش داره که نوروز منه شوه. او کسایی که او تلوالا و او دریورایی که مردم یکی بر 3 کرایه از پیش میگیره تا مزار میبره او خوش داره که نوروز منه شوه. کلا شما یک ارزیابی بکنه خود تحلیل بکنه امیتور سر در گریبان کنه یک خوب فکر بکنه که در نوروز چی انجام داده میشه. 1 روپه منفعت برای ملت برای وطن برای کسی هست؟ یعنی که سراسر معصیت سراسر عیاشی سراسر گناه سراسر نعوذ بالله بدبختی دیگه کدام چیز وجود داره؟ تجلیل نوروز چی مفهوم داره؟ افسوس نیست؟ میگه اجماع امت نشده. عمر رضی الله عنه امرای صحابه کرام یهود و نصارا زندگی میکنه. در زمان عمر رضی الله عنه ایران فتح شده همسایه های مسلمان ها مردمان که عقیده به ادیان دیگه داشت یک سند برای ما پیش کنه که وا انجام داده باشه یک مسلمان قطع شریک شده باشه. بلکه عمر رضی الله عنه صحابه وجود داشت زمانی که جزیه را با بالای مخالفین مقرر کرد یکی از شرایط که عمر رضی الله عنه بود که مراسم مذهبی خود علنا بیرون انجام داده نمیتونه. اگر او این دوست اگر او یهود است نصارا هر کس که است مراسم مذهبی خود در چارچوبه یک خانه و چهار دیواری باید انجام داده شود در کوچه در سرک دیده نشود. امروز شبکه های محترم خدمتگزاری وطن ما در خدمت از واقع قرار دارد واره برای ما معرفی کرده رویسته بچه ما الله را نمیشناسه مسجد را نمیشناسه در شم در دادن قبر خوب وارد است. این خدمتی همی ملت ماست. ملاها بازم برش روا بگویه این ملت کدام طرف روان است؟ این بچه تو چی مفکوره داره الله را میشناسه یا نمیشناسه؟ اجماعی صحابه نشد کلی صحابه موجود بود کسیم اعتراض نکد سری عمر رضی الله عنه. عمر رضی الله عنه باز میفرمایه چی میفرمایه؟ قول عمر رضی الله عنه میگه لا تدخلوا علی المشرکین سری مشرکا داخل نشوی فی کنایسهم در کنیسه هایشان یوم عیدهم در روز جشن از یا در روز جشن واخ از خود بی خود میشه دیگر روزام امو پرستش هم میکنه
لیکن چرا تخصیص میده عمر عبدالله که روزی عیدشان داخل نشوه؟ روزای دیگیش دیگه قسم روز است، خو روز عید دیگه قسم روز است. روز عید کدام معصیت و فحاشی نیست که اونجا انجام داده نشه، موقع برای زوم میسر میشه. چرا میگه داخل نشوه؟ عمر عبدالله میفرما فإن السخطة تنزل عليهم، غضب الله، غضب الله سر از ما نازل بشه. این قول کیست؟ عمر رضی الله عنه است. اما ملایی که در نفع تحریم نوروز می باشه او این گپا را دیده نمیتونه، قول صحابی را ایش دیده نمیتونه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فاد او چی می فرما؟ من بنا به بلاد الاعاجمه، کسی که در شهرهای عجم نشین آمد خانه به خود جور کرد. فصنع نیروزهم و مهرجانهم، امرایشان امین نوروز و مهرجانه تجلیل کرد. و تشبه بهم، امرایشان خود مشابه کرد. و هو کذالک، امی آدم امی رقم تا او وقتا قطعی مردم هماهنگی کرد، موافقت کرد. حتی یموت، تا ای که وفات کرد حشر معهم، این مردکه امرای از وا چی میشه؟ حشر کرده میشه. قرآن کریم هم شاهدش است، آیت قرآن ای شاهد عزیز، احشر الذین کیسا ظلمو و ازواجهم، جمع بکنی کسایی که شرک کرده و امثالای ازواره کلشان یک جای بکنی. تو مثال امثالی اونمو مردمی که نیروز مهرجان تعظیم کرده تو تعظیم کرده ای انشاءالله جمع میکنه. ملت یک کمی بفهمان، ملت مسلمان است، برای خود هویت و شخصیت داره. باز ندیده ما جمع کرده ایم. ابی مجلس او میفرمه که عمر ابن عبدالعزیز، عمر ثانی که برش میگیم، که در خلیف در خلافت خود در عدالت خود بگوی سنبول گشته برای تمام دنیا، حتی دشمن هم سریزی اعتراف داره. او چی گفت؟ گفت نها ای یذهب الیه فی النیروز، که کسی بره و پیش عمر ابن عبدالعزیز در روز نوروز. در طبقات کبرایی را ذکر کرده، عمر ابن عبدالعزیز در روز نوروز کسی را به ملاقات خود نمیپذیرفت. چرا؟ به خاطری که روز روزی تعظیم کیست؟ مجوسی است. ایلا نمیپذیرفت. طلحه ابن مصرف میگه قال انی لاکره الخروج، ما بد میدانم برآمدن یوم نوروز در روز نوروز. یا تبع تابعی است، تبع تابعی در جمله خیر القرون میره، محدثین بزرگ و علمای پیشرفته است. و چرا میگه که ما حتی بیرون برآمدن نوروز بد میدانیم؟ چرا؟ دلیلش میگه انی لاراها، ما میبینم اینمی برآمدن روز نوروز شعبتا من المجوسیت، که یک شاخی چی است؟ امروز مردمی ما در سری کوه بالا نمیشه. در کابل خو امسال بهار در 15 حد بود، بهار جلال آباد در اول حد بود، بهار ملتان و پشاور این در اول دلو بود. اگر در عربستان بری هیچ معلوم نمیشه که زمستان است کدام است، بهار کدام است. جنابی محترم، این بهار یک تو عید داری دیگه کسی عید نداره، در کجا بهار است؟ امیال بری که در دره های بامیان امو کسایی که زندگی میکنه و عقیده شیعه داره بری که اونجا بهار است یا نه؟ در جوزا بهار نیست. تو میگی این روز تجلیل کردن به خاطر تبدیل آب و هوا، طبیعت تغییر کرده. اگر هر قدر باد طوفان، هر قدر این روز باران باشه، در این روز تجلیل میکنه یا نمیکنه؟ اگر این خصوصیت و احترام پیشش نمیداشت تغییر بدنی؟ در روزی که خواب هوا صاف، خوب آفتابی، خوب سبزه بالا شده میباشه، باز تو سری سبزه قدم بگذاری. جنابی محترم، اتور سال در کابل میشه که دمی عین نوروز هم برف یک بلست وجود دار. غزنی رو نگفتن که بعد از نونیم روز چی کرد؟ بگوی برف تباه کرد چه؟ این تغییر سال تنها به شمسیس یا به قمری هم است. این دنیا باید تغییر سال جشن بگیره. تو میگی دیگه خبرنگارش میگه، وزیرش میگه اینجا ما درس میگیریم از بهار. چرا؟ تحرک شروع میشه، زمین ده حرکت میشه، گیاها ده حرکت میشه. جناب محترم، اگر تو مؤمنی واقعی باشی، هر روز که سر تو آفتاب ببره طلوع میکنه برات درس است، هر روز که تو از خواب میخیزی برات درس است، حرکت است.
پیامبر این قسم دعاها را هم گفته. از خواب میخیزی چی دعا میگی؟ الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه چی کلمه را میگی؟ کدام طرف روان استم؟ کل صفتای کمال برای کدام ذات است؟ برد نمیگه تو این روزه روز گرفته ای؟ اصلا یا خبر نداره طبیعی دیگه. ابان ابن ابی عیاش میگه لقیتو طلحه ابن عبید الله الخزاعی، امرای طلحه ابن عبید الله خزاعی رحمه الله ملاقی شدم. فقلت له، از پیش سوال کردم و گفتم قوم من اخوانک، یا قوم است از جمله برادرایت، من اهل سنه والجماعه، از اهل سنه والجماعه است، لا يطعنون على احد من المسلمين، سر یک مسلمانم تعنوا لعن نمیگه. یجتمعون فی بیت یوما و فی بیت یوما، در یک خانه یک روز جمع میشن، در خانه دیگه دیگر روز. باز چی میکنه؟ و یجتمعون یوما نیروز و المهرجان، امی طایفه که از اهل سنت و الجماعت است، آنقدر آرام با اخلاق مردم است، کسی را بد رد هم نمیگه. خو گای در این اتاق، گای در اون خانه جمع میشه، خو روز نوروز و مهرجان هم جمع میشه. و یصومونهما، و روزه میگیره روز نوروز و کیره مهرجان، تعظیم میکنه کی روز معظم است. فقال طلحه، طلحه ابن عبید الله صاحب میفرمایا بدعت من اشد البدع، این بدعت است از سخت‌ترین بدعت ها، بدعت است این روز تعظیم دادن. آیا در حدیث حتی پیامبر علیه الصلاه و السلام میگه تخصیص روز جمعه را برای روزه گرفتن نکنی؟ در شریعت پنجشنبه و دوشنبه روزه گرفتن سنت شد. میتونیم ما از خود بگوییم که سه شنبه سنت است؟ میتونیم از خود بگوییم که یک شنبه سنت است؟ کلا قطعا نمیتونیم. تو نوروز از کجا پیدا کردی؟ بعد از او چی میگه؟ والله قسم به الله لهم امی طایفه اشد تعظیما للنیروز والمهرجان، این طایفه خیلی سخت تعظیم کننده برای نوروز و مهرجان است، من غیرهم از دیگر طایفه کرده، از او خاطر یا مبتدعین است، یا مبتدعین است. ای میگه ثم استيقظ انس بن مالك، انس بن مالك رضی الله عنه از خواب خیست. امی ابن ابی عیاش میگه چی میگه؟ فوسبته الیه، توب زدم، خیز زدم به سوی انس رضی الله عنه. فسالته كما سالت عن طلحه، كما سالت طلحه، سوال کردم از او مثل که از طلحه سوال کرده بودم. فرد علی مثل قول طلحه، انس ابن مالك امی قسم سخنه پس بر ما جواب داد مثل سخن طلحه. ای که انما کان علی میعاد، تو گویی که دو شخص ما بین خود وعده مانده بودن که اینی گپ اردوی ما یک دفعه میزنه. اینقدر جواب اردوم هماهنگ و موافق بود. این بیچاره اقوال تابعین نمیبینه، اقوال صحابه را نمیبینه. این در کتاب البدع والحوادث از ابن وضاح رحمه الله در اونجا ذکر کرده. علی رضی الله عنه خلیفه چهارم مسلمان ها، کسی که یک طایفه ما نعوذ بالله او را مرتبه اولویت هم میده، مشکل کشا، حاجت روا، مظهر عجایب، هر چیز میدانه شد. هدیه نوروز برش آورده شد، گفتن یا امیر المؤمنین هازا یوم نیروزی، از پیش سوال کرد چرا این هدیه از چیست؟ گفتی روز نوروز است. قال فصنع کل یوم فیروزا، هر روز روز فیروز کامیاب جور کنه. از ابو اسامه رحمه الله که دمی سند راویسته او میفرما کره بد دانست علی رضی الله عنه ای یقول ای نیروزن، که حتی در زبان خود کلمه چی را برانه؟ نیروزن. بلکه تغییر داد، تنبیه داد که شما فیروز، نیروز نیروز بگذاره. بله قبول میکرد هدیه را. ایوب ابن دینار رحمه الله از پدر خود دینار نقل میکنه که اون ملاقی و شاگرد علی رضی الله عنه ماست، گفت ان علی رضی الله عنه کان لا یقبل هدیه النیروز، بود که قطعا قبول نمیکرد هدیه نوروز در تاریخ کبیر گرفته. علما نمیبینه، کتابا را نمیبینه، نسبت جهل به کی میکنه؟ میگن کسی که نوروز حرام میگه تجلیلش میگه چیستن یا کلش میگه جاهل است، هیچ علم نداره، کتاب نخونده. تو بیا که تو کتاب خوندی، تو بلد هستی کتابه کی گپ میزنی؟ خیلی خوب، شبهه بزرگی دیگه، اگرچه وقت ما تیر شده، شبهه بزرگی دیگه ایسته، میگه ما خب به قصد عید این کارا را نمیکنیم، بدون قصد میکنیم. در این مورد فقط دو حدیث براتون میخوانم. یک حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میفرما
ما آمدم پیش پیامبر علیه السلام، فرآ علی صوبین معصفرین، بالای ما دید دو لباسی که به رنگ اصفر رنگ شده بود. فقال مرا گفت پیامبر سم این هذه من ثياب الكفار، این خو از جمله کالاهای کفار است، فلا تلبسها، این را نپوش. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما می فرما قلت، ما گفتم ای که یا رسول الله، در یک روایت دیتور میاد ای که اغسل هما بشویم شکی رنگش برا. پیامبر اسلام گفت لا، احرق هما بسوزان شا. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما این کالا را برای قصد ازی پوشیده بود که به مثل کالای کفار شا، یعنی که امونطور پوشیده بود، بدون قصد پوشیده بود. پیامبر چرا من نمی کنم؟ در یک روایت میاد امو که امرت که، مادری که کار امر کده، مادرها زور می باشد در این توتکه ها و رواجا، مادرها الله اکبر ماندنی نیسته که هر قدر قرآن و حدیث برش بیان میکنی و ما کم میشه، مردم تا نمیده. چرا مادرها، چرا ما کم میشه؟ مادرای ما در ترجمه قرآن نمیشست، مادرای ما در درس حدیث ننشست، مادرای ما در خطبه جمعه یک کشم حاضر نمیشه. ای ملت، به الله قسم، خوب نیسته که ما قسم یاد کنیم. حقوق زنا سر ماست، در بدر شدیم از دستی ازی، اما الحمدلله ما فعلا خواهرای داریم که خود نامزاد است، رد کرد کالا را، پس روی کرد، ماهی را پس روی کرد، گفت به هیچ وجه نمیپذیرم. خوشاگرد قرآن و حدیث بود. دچار مشکل هستیم، جامعه خود خراب کردیم، در تلاش ازی نیستیم که جور بکنیم. بگذار ایره حدیث دیگر را براتان بگم، از حیثیتی که طبیعت تغییر کرده ما این روزه می برایم در کوها و گپا را بکنیم. حدیث جابر رضی الله عنه است، او می فرما پیامبر علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و سلم ذات یوم صلا چیست؟ صلات الظهر، نماز خوان، نمازی پیشین جالسن در حالی که نشسته بود. فصلا اصحابه خلفه قیاما، صحابه پیامبر علیه السلام پشت سر پیامبر علیه السلام در حالت استاده نماز خوان. فاشار الیهم، اشاره کرد پیامبر علیه السلام بر ایشان، و هو فی صلاته، در حالی که پیامبر در نماز بود اشاره کرد که بشینه. چرا قمیج انجلس بشینه؟ فجلس صحابه مشیست، و حین ما فرغ رسول الله صلی الله علیه و سلم، زمانی که پیامبر علیه السلام از نماز فارغ شد، من صلات از نماز، قال لهم، پیامبر علیه السلام بر صحابه گفت ان کتم آنفا، قریب بود که امیال شما لتفعلون فعل خام خا، شما انجام میداد فعل فارس و رومی، عمل یا کاری فارسی ها و رومی ها را انجام میداده، لعظمائی ها برای کسان، برای کلانای خود که انجام میده، یقومون علا و استاد میشه علا ملوک، این بالای پاچه های خود، پاچه ها نشسته است، دیگرها بر چفک دست به سینه برش استاد است. از شما سوال میکنم، صحابه به الله استاد بودن، نماز الله را میخوان، یا برای تعظیم پیامبر استاد بودن؟ مجموعه جواب بگوی، به الله استاد بود. یا خود نماز را میخوان، قیام رکن فرضی نماز است یا نه؟ پیامبر خود عذر بود، یا از شطور افتاده بود، پایش اوگار شده بود، استاده شده نمیتونست، صحابه خود اوگار نشده بودن، اما پیامبر علیه السلام امی شکل که امام نشسته و مقتدی استاده باشه، این را منع قرار داد. چرا منع قرار داد؟ مشابهت با کی میه؟ پاچاهای ملوک چی؟ فارسیا و رومیا. صحابه قصد تشبیه را با امرای فارسیا و رومیا کرده بود؟ در ذهنشان گشته بود؟ نگشته بود، لیکن شکل جور میشد به این خاطر. این جنابا حدیثای پیامبر را نمیخوانه، نمیخوانه. دلیل خصوصی که پیامبر علیه السلام سخت رد میکنه، من تشبه به قوم فهو، تشبه عام است. یک تعداد علمای ما میگه مراد از تشبه تنها در اعتقادیات است. جناب اینجا تشبه در عقیده بود؟ امی دو چیزه که ما براتون گفتم تشبه در عقیده بود، یکیش در کالا بود، کالا اموری چیز عادت، کالا اموری چیز، او دیگهش شکل بود، یا هم عادت بود استاده شدن، اگر چی در نماز بود، لیکن همین شکل پیامبر منع کرد. تشبه با کفار اگر در عبادات است، در عادات است، خصوصا اون مراسم و عاداتی که امتیازی امو قوم قطعش نمایان میشه، قطعی از اون مشابهت کردن، یه عین عظمت دادن به اون روز است. تو جناب چرا مردم نمیفهمانی؟ دیگه یک کمی از الله حیا بکنه، خدا اینطور نکنه که نه اینطور است، این شبه است، این شبه است. وقتم تیر شده، این شبه ها را ختم میکنم، انشاءالله شما خسته نشوید.
براتون گفته بودم اول شبهشان میگه این روز عید مجوسیان است. ما گفتیم نه جز مجوسیان نباشه، نه در کتاب زردشت بگو، نه در کتاب دیگهش باشه، پادشاه مجوسی و بعد از او مکمل تا امروز امو مردم او را تجلیل کرده یا نکرده. پس عید چی شد؟ مجوسی ها شد، تعلق به وا گرفت، عید مجوسی شمرده شد. اگر هیچ نباشه عید چیست؟ جاهلیت. او اعداد جاهلیت پیامبر از بین میبره یا نگاه میکنه شد از بین. چرا؟ عید اسلام مفهوم داره، عید بگو بیگانه ها مفهوم نداره. دیگه مولایش میگه، میگه عید نیست. چرا عید چی میگه؟ میگه روزای خصوصی خوشیسته که در اونجا با مراسم خاص انجام داده میشه. جنابی از توست، عید اسلامی با مراسم خاص است، اما اعیاد دیگه مردم هم در سال یک مرتبه عود میکنه باز میگرده. هر روزی را که کسی جشن میگیره تجلیل میکنه، اونم را به نام چی یاد میکنه؟ عید یاد میکنه. از اسلام جداست، از طایفه های دیگه. اینمی روز روز عید است، بالکل عید برش گفته میتونیم. میگه مراد نوروز نیست، ما گفتیم عید نوروز نباشه، خو عید چی است؟ جاهلیت است، از بین رفته. دوم شبهش ایست که میگه ما به رنگ بدعت وقتی میشه که ما رنگ دینی برش بدیم. اینجا خب من حیث دین مردم نوروز تجلیل نمیکنه. جناب محترم، خوب بود که امین اکترم دیادی ما دادی. چرا برای من دیاد دادی؟ امو پادشاه جمشید و پیروانش و بعد از او متبعینش و بگوی هواخوهانش تا امروز نوروز روز میله و عیاشی و فحاشی خود قرار داده بود، تو افغانی گرفتی یک رنگ دینی برش دادی. رنگ دینی چطور دادی؟ سفر کردن به سوی چی؟ قبرها، زیارتها. به نام زیارتها سفرها هست یا نه؟ پیامبر علیه السلام چی میگه؟ لا تشد رحال الا الى ثلاثه مساجد. سری شطور پالان انداخته نمیشه که کوچ کرده شما مگر برای چند مسجد؟ لیکن تو حرام کار کرده راستی رنگ دینی برش دادی. یک جنده کدام احترام داره؟ از پیامبر علیه السلام کرده، از شخصیت پیامبر کرده، شخصیت دیگه بالا و والا پیدا کرده میتونی؟ میتونی؟ زمانی که پیغمبر داخل شده صحابه خیسته؟ بلکه پیامبر علیه السلام حدیث صحیح است، کسی که خوش داره که مردم برش ممثل شوه بخیزه و او ایل خوب بدانه دیگم خوش شوه تکبر بکنه، برای خود مقعد خود در کجا تیار کرد؟ در جهنم. حدیث ابو داود است، صحابی سوال میکنه، الرجول منا یلقا اخاه و صدیقه، یک شخصی از ما روبرو میشه با امرای برادر و دوست خود، این حنی له، آیا سر برش پایین کنه؟ پیامبر علیه السلام چی گفت؟ لا، نه. امروز در دیگه جا هم به بیرقا مردم چی میکنه؟ دست ایجا میمانه تعظیم میکنه یا نمیکنه؟ اسلام کجا رفت؟ به جنده ای که تو یا آیین است یا چوب و رخت هم در اشپیش داده ای سبز، در سرکش گمبزک هم داده ای مثل گمبزک های نصارا واره نعوذ بالله، باز بعد از او در اونجا گل هم گذاشته ای و در اسپانا بسته میکنه، رنگ دینی برش داده یا نه؟ در اونجا چی میگه؟ الله اکبر. کدام کافر را کشتی؟ بدعتا زنده کردی؟ باز چی میگه؟ ای در جنده سخی، باز نیتو نمیگه که یا الله، چی میگه؟ یا علی و یا سخی آواز داده میشه، ندای یا علی و یا سخی مدد طلب میکنه که بیرق چی شوه؟ در جای خود استاد شوه. کسی که مدد از غیر الله طلب میکنه چیز؟ یه عمل شرک است. و کسی که قصد این کار میکنه چیز؟ مشرک است. رنگ دینی برش دادی یا ندادی؟ این جنده چیست؟ کی بالا کرده؟ تو یک سنه ده برام بکش. رنگ دینی دیگه هم دادی؟ چه کدام؟ شما دمی نوروز، دمی روزا میگد ایدی آتش پرستان است، مجلس قسم نمیدم، لیکن شاید دیده باشه سه چهار جای آتش در میدن یا نمیدن، در سرش تیر شده میروه، نیکی بدی برآمد، نیکی در آمد. این عملی کیست؟ سوال کنی، عمل اسلام است یا عمل امو آتش پرستا؟ رنگ دینی برش داد یا عقیدت این همیسته؟ در سری قبرها آبار آب پاش میده یا نمیده؟ آبار پاش میده. تو این نوروز روز عیاشی و مردم بود، تو گرفتی رنگ دینی برش دادی، بدعتی قبیحه جور کدیشه، دیگه هم جور کدیشه. دیگه پیش براتان گفتم که میگه عید نیست، ما میگیم نه نوروز عید است. کل رسانه ها، اخبار، مجلات، مملکت، کلش، حتی در جنتری تام نوشته است که روز اول حمل رخصتی عمومی برای چی است؟ برای عیدی بگوی نوروز.
دیگه شه چی میکنی؟ دیگه میگه ایرا کس نگفته که نوروز است. پیشتر براتون گفتم کل شرائح حدیث ایرا مکمل گرفته که روزی نوروز است. دیگه میگه علما نعوذ بالله این گپای وارداتی از بیرون است، نعوذ بالله نظریه بیرون است، میگه از پاکستان آورده. خیلی خوب، کل کتابای حنفی پر است که تجلیل روز نوروز چی است؟ حرام. پس کل علمای حنفی جاسوسی چی بوده؟ پاکستان بیرونی بوده. نظر به فتوای خودتان. دیگه از تو سوال دارم، یک لیست جور میکنم، یکی نوروز است که یک روزی طبیعی است، یکی اعمالی که در روز نوروز انجام داده میشه، سفر کردن به قبرها، دستر کوها برآمدن، دستر قبرها جمع شدن، سر قبرها بیرقا را نو کردن، رختا انداختن، گلا را بردن، اختلاط مرد و زن شدن، این گپا حلال است یا حرام؟ تخم جنگی کردن، مایی و جلیبی را به تعظیم روز نوروز آوردن، هفت میوه که در اولش کلمه سین و گپا موجود است او را تیار کردن. از تو سوال دارم جناب عالم، حلال میگی یا حرام؟ اونجا بحث میکنی که نوروز حرام نیست، از این یک دفعه ذکر نمیکنی که کارو حرام است. نوروز دیگه چیست؟ نوروز که نمی تجلیلش است، همین تجلیلش است. برو بیادرم، یک امر مباحه که در دیگر روز مباح است، اگر تی در این روز تخصیص میدی این نادرست میشه. مایی خریدن هر وقت خریده میتونی، جلیبی هر وقت خریده میتونی، به نامزادت هر وقت تحفه برده میتونی، اما وقتی که این را خاص میکنی به نوروز، به خاطر چی خاص میکنی؟ بگو تعظیم چیست؟ این تعظیم میگی یا نه؟ حرام میگی حلال؟ اگر مرد است که عالم تو فتوا بده، همین سوالی مرا جواب بده که حلال است یا حرام. بعد از تو چی بگو؟ دیگه چی میگه؟ میگه این خوشی طبیعت است، تنها برای ماست افغانا، یعنی که ممالک اسلامی دیگه وجود داره و خوشی طبیعت نمیگه؟ سر از وقت طبیعت جدید نمیشه؟ ها؟ تنها مورا میگی که خوشی طبیعت است، تبدیلی سال میشه. چرا قمری؟ شما خبر شده که سال قمری تغییر کرد؟ امیالی در 100% 50% مردم ما یقین بکن اگر بفهمه که سال قمری ما اولش کدام است. میشناسه؟ نمیشناسه. چرا این نمیشناسه؟ نه دیگه شبه های دیگه شا کم کم جواب داده. میگه نص صریح وجود نداشت. نص صریح کل علمای ما مکمل شارحین حدیث، امین ایروز ذکر کرده بودم روی مهرجان، علمای مذاهب مکمل فتوا به گپ داده بود. دیگه تو کدام نص صریحه؟ میگه صحابه نگفته براتون گفتم. خب میگه حرمت کسی آورده نمیتونه از خود. ما میگه ما نمیاریم، پدری کس حرمت آورده نمیتونه، ما خود شارع نیستیم، حرمت شریعت آورده، آیات قرآن بگوی، حدیث پیامبر، اجماع امت. تو چرا؟ خب خبرنگارا و صاحب نظرام اونم مفتی مقرر شد، اون فتوا میده. از پیش سوال میکنه، میگه در این مورد چی میگی که حرام است یا نه؟ خود اعتراف میکنه که من خود چیز نمیفهمم. واسه چی میگه؟ واسه چی میگه؟ نه، هر کس که این حرام میگه یک نص وجود نداره. اونجا علمی تنفی میکنی، باز اونجا فتوا میدی. بله، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما حدیثش است و میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، که میفرمود چی میفرمود پیامبر علیه السلام؟ ان الله لا یقبض العلم بگه انتزاعا ينزعه من العباد. الله نمیگیره علم که امی طور از بنده های خود بگیره، بلکه چی میکنه؟ ولکه یقبض العلم بقبض علماء، الله که علم از بین میبره توسط قبض علماء، مرگ علماء، علماء را از بین میبره، علم گم میشه. بود از چه میشه؟ حتی اذا لم یبقی عالما، تا ایکی وقتی که الله یک عالم باقی نمانه، آلی دیگه چی میشه؟ اتخذ الناس، میگیره مردم رؤوسا، مردم سرپرست و کلانای خود چی میگیره؟ جهالا، مردم نادان که علم نداره. پس چی میکنه؟ فسویلو، از پیششان سوال کرده میشه، فتوا طلب میشه، فافتو بغیر علم، بی سند بی دلیل فتوا میده. پس چی میکنه؟ فضلو و ادلو، خودم گمراست و دیگران هم چی میسازه؟ گمراه میسازه، در راههای گمراهی روان میکنه. الله رحم بکنه، حدیث پیامبر مکمل صادق است. گپی دیگهش میگه ای دیگه گپی شیسته که ایر علمای سابق در افغانستان میگه کمیتر محکمه بود، حج اوقاف بود، علمای بزرگ که شده شیخ الحدیثا بود و نگفتن این چهار دانه مولایی که جدید آمده. باز رسانه ها تاپر سر یک طایفه میزنه، سلفی ها میگه این فتوا را میده، همینطور میگه نمیگه؟ میگه او علما نبود و چرا نداده؟ ما جواب میگیم، ما مامور هستیم، ما ترس از آیت الله داریم، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى
یقینا کسانی که میپوشانه الله میفرما آن چیزی را که ما نازل کردیم از دلایل واضح، احکام واضح که او سبب هدایت مردم است، از هدایات ام عقیده ام با عمل همه شروان کردم و چی میکنه؟ پنهان میکنه. پس از اینکه الله نازل کرده من بعد ما بیان نال الناس، پس از اینکه برای مردم ما واضح کردیم در قرآن و یا او را پنهان کرد، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، این مردم مردمی است ای که الله هم سرش لعنت میگه، هر چیزی که قابلیت لعنت گفته نداره او هم سرش لعنت میگه. برای کفار چی میگه الله متعال؟ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فعليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، لعنت الله ملائكه و مردم. سری عالمی که پنهان میکنه حق، سری از او لعنت کیست؟ تنها ملائکه و ناس، از الله نیست. هر چیزی که لیاقتی چی را داره لعنت گفته نداره. ما میترسیم از او لعنت الله و لعنت گوینده، ولو که در دار بالا میشیم گپ حق به مردم خود میگیم. ملاها نگفته باشه، ملاها خود شریک شده، ملاها در قبرها خود میره، نوشتهش خود میکنه، ما نمیکنیم. بدعت بدعت میگیم، سنت سنت. الله متعال ما را توفیق بده که حقیقت درک بکنیم و همیشه گپ مردم به استناد دلیل بپذیریم، به اعتبار شهرت نه، به اعتبار از اینکه فلانی کلان ملاست در تلویزیون و رادیو معرفی میکنه، شخصیت شناخته شده کشور و جهان. شناخته شده در چی چیز؟ در کدام؟ گپش چی داره؟ ما باید هوشیار باشیم. بارک الله لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم. استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو رسول الله. معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه ينذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه ينذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا عرب الأمة بنا، فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا عرب الأمة بنا. هذا القرآن